سلام، دوباره سلام. حالتون چطوره؟ خوبین؟ همین چند ساعت پیش بودش که آهنگ جدید هیپوپولوژیست و جیدار و ایمانیمون و سینازا رو گذاشتیم و قبلش آهنگ لیپ چرسی اومده بود که کی؟ پارسا لیپ رو دیس کرده. اسمش لیپ، البته لیپ تو انگلیسی معنی جامپ و باونس و یعنی پریدن و اینا میده، ولی اینجا لیپ منظورش پارسا لیپ بوده، یا به قول بعضی بهش میگن کاور لیپ. خیلی داستان داشته، ولی فکر کنم یه یوتیوبر خیلی موفق و کار درستیه. و این پیام دو واسش اومد از طرف خلصه. دوباره مدتی سر جریانه قدیمی با هم دیگه درگیر شده. این میگفت چرا اومدیم ترکیه ندیدیمت، اون میگفت مگه من نمیدونم کف خیابون ترکیه هم، و یکی گفتش تو از رو پیام من شناختن، و خلاصه داستان زیاد بودش دیگه. حالا چرسی نمیدونم چرا پارسا لیپو دیس کرده، اصلا نمیدونم چه داستانی بینشون بوده که رسیده به این دیسترک، ولی خلاصه هرچی هست یه دیسترکیه که ممکنه یه دیسبکی هم از طرف پارسا لیپ داشته، یعنی فکر نکنم بدش بیاد از این جریان. کلا فکر کنم بچه پارسا لیپ حاشیه دوست داره، یعنی حدس میزنم که شاید حاشیه دوست داره. بریم آهنگ لیپ رو با هم دیگه بشنویم. اینو چرسی توی ساوند کلاودش گذاشته، هنوز توی یوتیوب نیومده، بنابراین منم از ساوند کلاود براتون پلی میکنم. بریم. آها، کاور فوتوشو بگم بچه، کاور فوتوش عکس پارسا لیپی که پاره پاره شده و رنگش سبزه، دیگه کاملا مشخصه که دیس پارسا لیپه. بچه چرا صدا یه جوریه؟ نم صداش یه جوریه، گفت بگو سرزاد از افق. آره این پایین هم لیریکسش رو نوشته بگو سرزاد از افق. اول آهنگ سرود ملی جمهوری اسلامیه. دونم کوبس بغلم بد بی نوکب بد خام چکی درکم پخش تو هر صدا یه جوریه، نمیدونم چرا صدا خیلی بیکیفیته، به طرز عجیبی بیکیفیته. نمیدونم اشکال از میکس و مسترینگ کاره یا نمیدونم، ولی خیلی صدا عجیبه. دورم کوبس بغلم بد بی نوکب بد خام چکی درکم پخش تو هر پخشی میکوبم کوبا جپون بحشی جیمی جامپر روک توی چارتا بلانتم بیلیت سفینه ناسا از پیپل ام پی کشان میشینه صدی صدی روک توی سابا سطح شیرینی کارا رفیقام یاد خودم رو ناوا الکولم لیوانی پر توی لاوان سیف از رابی خودم تو وان کاورم لیپ نی از روی گانا کریتیب از فاک کاورم لیپ نیست از روی گانا. بچه ها میدین چه جریانی داره میگه؟ جریان این کاور آهنگ فکر کنم آدم برفی پارسا لیپ بود که دیدم چند تا صفحه رپی گذاشتم، میگردم اگه عکسشو پیدا کردم این پایین میندازم که بدونین چیو دارم میگم. و آدم برفی و کاورشو دقیقاً عین یکی از آهنگای گانا زده بود، نمیدونم آهنگ چی فوراور گانا، و گذاشته بودن کنار هم. اینقدر شباهت داشت، یه گردنبند میانداخته بود، عینکی که زده بود و حتی مثلا مدل موهاش، حالت چهرهش، حتی مثلا از اینجا کات شده بود، همه چیز دقیقاً کپی بود و مشخص بود که کاملاً از روی اون کاور آهنگ گانا کپی کرده اون کاور رو، و فکر میکنم که خودش هم کاور رو زده باشه، فکر نکنم کاری کسی دیگه بوده باشه. میگم میگردم این پایین میندازم براتون. و اینکه حتی در مورد ملودی آهنگ فلوش، در مورد بیتش و اینا میگفتن که از یکی از آهنگای تنتاسیون کپی کرده، و این داستان کاور کردن نمیدونم واقعا از قصد این کار رو میکنه که همه در موردش صحبت بکنن یا اینکه داستان چیز دیگه یه، ولی داشت اونو میگفت. توی لاوان سیف از رابی خودم تو وان. آها یه چیز دیگه بگم وسط، یاد چیز افتادم، آهنگ مگاهیت، مگاهیتش هم میگفتن که کاورش از روی یه آهنگ دیگه ای، منظورم کاور فوتوی آهنگ، از روی آهنگ دیگه ای کپی شده و دقیقا یه کپی کرده. عجیبه این داستانم، عجیبه. کریتیب از فاک همه یه کارا سبز از پوستم و کلم فر آرزوشونه باشن تو جاما میشن لگدی زبونم گان بیفام ها بی جسدش دان ویدیوم وایرال کفه اجرامه خواهی درگیری ندارم بام ملودی هارش همش رو گام تو مخم چرسی راک ساره باستم برزیلیه که هر شب زیر پام خوابه. چی برزیلی؟ آره شنیدم، میدونم چی منظورم اینه که
عجب بابا، عجب چیزایی میزنی برزیلی. مخم چرسی راکستاره، باسم برزیلیه که هر شب هر شب هر شب زیر پام خوابه. بچه ها به نظر من میکس و مستر کار نمیدونم یه اشکالی داره، فکر نکنم سبک کار این باشه، چون اصلا صدای یه ذره کیفیتش یعنی یه ذره خیلی پایینه. هر شب هر شب زیر پام خوابه. آها پارسالیوپ میگه که دوست داره با تتلو فیت بده تو 40 سالگی. 40 سالشه واقعا؟ تو که توی 40 سالگی دنبال فیت تتلی، اگه زامیه فکم نبود که تو رو کسی گردن. منظورش پوبونه، میگه اگه زاویه فک نبود. رابطه خوبی با پوبون داره دیگه، همینطور با جیدال. بچه ها پس فعلا یه دونه هم یه دیس ریزی هم به پوبون انداختش، حواستون باشه. ای شیافش کن، یه پیام دارم برای انتظارش داشتم واقعا تو این آهنگ از این استفاده بکنم، خیلی منتظر بودم که این صدا رو بشنوم و شنیدیم. ای شیافش کن، دب دب دیه برسام لفتر سی با مرفو سوتنم چرسی سیزم ای کی با اکت بیسیک باد با نایتم دلش بدون گیره یه روی آنگاه توی کاورش کیر موزیکاش خاله تو کفه مایک دینه اون میزنه تو کف مایک دینه. مایک دین یه داور لیگ برتر انگلیسیه که سرش هیچی مو نداره و حالا میگه که تو کف اون، حالا نمیدونم چرا میگه تو کف مایک دینه، جریانش رو نمیدونم ولی شباهتش میشه فقط از لحاظ سر باشه، موی سر، یعنی موی نداشته یه سر. بدون گیره یه روی آنگاه توی کاورش کیر موزیکاش خاله تو کف مایک دینه اون میزنه همه جا کپی کاره مایک پخش سینه به سینه دیساش که لیریکاش چی دار سیسش تخمی ترم هم چی دیسش لیریکاش چی دار همه جا کپی کاره مایک پخش سینه به سینه دیساش که لیریکاش چی دار سیسش میگه که لیریکاش جیدال براش مینویسه سیسش تخمی ترم محمود ویناک لباسش در قکی چی محمود وینال؟ که پخش سینه به سینه دیساش که لیریکاش چی دار سیسش تخمی ترم محمود ویناک لباس محمود ویناک هیچی. بچه ها هم به پوبون تیکه انداخ هم به محمود ویناک و فکر کنم محمود ویناک هم جوابش بده. در قکی پدر اسلامی ما میدونیم اجاب رو خواهی یکی هست خود... من نفهمیدم اینجا از دست دادم یک کلمه یا میزنه همه جا کپی کاره ماهی که پخش سینه به سینه دیساش که لیریکاش چی دار سیسش تخمی ترم محمود ویناک لباسش در قکی پدر اسلامی ما میدونیم پدر اسلامی. دیدین که به خودش میگه پدر رپ اسلامی؟ بعد ویدیوهاش هم نمیدونم ساندویج اسلامی، داف اسلامی، چی اسلامی، همیشهش اسلامیه. نیمه جا تو خواهی کیاس بالا خواهد گیه بوچ کردنی بدم بندو بزنه با دولش بندری دو برابرم هم سنده تو چاقال دو کون میل بیبی با سیس احمقی این خونه گیا گن شدم واسه ما بیا اینجا بزنیم با کلت ما ستار همسال من اینجا مستقلم باخت نمیدم به کسی مخصوصا توی خواهیمان کارش نگرفت زد یوتیوبو همش دوده انشه برای این اونو فلو البته جز قدیمی ترین یوتیوبرهای ایرانیه و واقعا یوتیوبر موفقیه، آمار ویو سابسکرایبر و ایناش نشون میده که تو یوتیوب خیلی موفقه و خب ویدیوهایی هم که با برادرش داره واقعا ویدیوی باحالیه، من چند تا تری تو لفشون رو دیدم و به نظرم خیلی باحال بود. مخصوصا توی خواهیمان کارش نگرفت زد یوتیوبو همش دوده انشه برای این اونو فلو آشته مده تر خلوت یادت باشه ساختی کرد بچه ها چرا اینقدر به امیر خلوت سر فلوهاش گیر میدن؟ یعنی همه فلوهاشو نابیه، فقط امیر خلوت تکراریه، هر کی دستش میرسه به امیر خلوت و به فلوهاش تیکه میندازه، هم به پوبون تیکه انداخت، هم به ویناک تیکه انداخت، هم به امیر خلوت، هیچی دیسپکاست که بیاد زد یوتیوبو همش دوده انشه برای این اونو فلو آشته مده تر خلوت یادت باشه ساختی کر یه روی پوبون چی ساختی؟ چی پوبون؟ برای این اونو فلو آشته مده تر خلوت یادت باشه ساختی کریه رو روی پوبون. آها ساختی کریه رو روی پوبون، یعنی به لطف پوبون تو معروف شدی و بالا آمدی. قبلش هم گفت اگه زاویه فک نبود کسی تو رو گردن نمیگه هیچی، یعنی همه رو تو این آهنگ دیس کرد دیگه، کنترل ای رو گرفت دهنشه برای این اونو فلو آشته مده تر خلوت یادت باشه ساختی کریه رو روی پوبون. چرسی کشنده چی؟
گفت چالت کنن تو چی، من متوجه نشدم گفت چالت کنن تو چی، ولی یه چیزی چالت کننی گفت. پارسالی فکر کنم جواب بده، یعنی فکر کنم واقعا خوشحال بشه از اینکه یکی دیسش بکنه و دیس بک بده، فکر نمی کنم بعدش بیاد از این همچین اتفاقی. و فکر کنم هم محمود ویناک هم امیر خلوت فکر نکنم حوصله داشته باشه جواب بده، ولی فکر کنم ممکنه پوبون و ویناک جواب بدن بهش و شاید یه دیس بکی بیاد. پانچلاین زیاد داشت و خیلیاش به نظر می رسید که درست باشه، مثلا همین کاوری که از روی آهنگ گانا زده بود، یا همینطور کاور فوتوی آهنگ مگاهیتش رو همینطور از جای دیگه می گفتن که کاور کرده، بیت همون آهنگ رو می گفتن از روی آهنگی که مربوط به 6ix9ine بوده کپی کرده. خلاصه از این داستانا همیشه زیاد داشته پارسالیپ و بیشتر پانچلاین ها هم برمیگشت به این ماجراهایی که باعث شده بهش بگن کاور لیپ. حالا باید ببینیم که پارسالیپ چه جوابی میده، در مورد چرسی میخواد چی بگه. ولی این که چرسی و پارسالیپ حالا با هم دیگه در میافتن، هم اینم دیگه به اخبار جدید رپ فارسی اضافه کرد، همینطور که یه سری دوستی عجیبی شکل گرفته، مثلا که یه بیفای عجیبی هم داره شکل میگیره. مرسی که با من آهنگا رو گوش میکنید و حال میده در موردشون حرف بزنیم و بگید که داستانا چیه و چه خبره و کی به کی و اینا رو برام بنویسین، بگیم که واسه چی چرسی با پارسالیپ در افتاد. مراقب خودتونم باشید، اینا رو تماشا بکنین. خدافظ.